بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط دو خبر فوری از افغانستان. آغاز درگیری مجدد میان طالبان و نیروهای مولای مهدی. درگیری میان طالبان پشتون و طالبان تاجیک در بامیان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری اطلاعات روز گزارش داده است که ادامه درگیری در بلخاب، آغاز درگیری در استقامت شرق و ادعای تلفات سنگین به طالبان. منابع محلی در ولایت سرپل میگویند که طالبان حمله بر نیروهای جبهه مردمی طرفدار مولای مهدی مجاهد را از سمت ولسوالی دراساف بالای سمنگان آغاز کردند. همزمان با این منابع گزارش می‌دهد که درگیری در ساحه قمکوتل جریان دارد و طالبان از ولایت بامیان نیروی پشتبانی به این ولسوالی فرستادند. یک منبع از ولسوالی بلخاب به روزنامه اطلاعات روز گفته است که در ساعات نخست درگیری میان طالبان و نیروهای مولای مهدی در منطقه به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. منبع آمار مشخص تلفات طالبان در این منطقه را 10 کشته و نزدیک به 20 زخمی گفته و افزوده که به نیروهای مولای مهدی به دلیل اینکه با جغرافیای منطقه آشنایی دارند آسیبی نرسیده است. با این حال گفته است که ساحه قمکوتل امروز چندین بار میان دو طرف دست به دست شده و اکنون نیز درگیری در همین منطقه جریان دارد. منبع مدعی شده است که در جریان درگیری‌های امروز در ساحه قمکوتل به طالبان تلفات سنگین وارد شده و ده‌ها جنگجوی این گروه کشته و زخمی شدند. منبع می‌افزاید که نیروهای طرفدار مولای مهدی نیز در این ساحه کشته و زخمی دارند. این در حالی است که از حمله طالبان بر ولسوالی بلخاب که به هدف سرکوب مولای مهدی فرمانده ناراضی و هزارتبار این گروه آغاز شده بود، دو روز می‌گذرد. تا این دو روز منابع نزدیک به مولای مهدی ادعا کردند که به طالبان تلفات سنگین وارد کردند. به گفته منابع به نیروهای مولای مهدی نیز تلفات وارد شده، اما شمارشان اندک می باشد. و یک گزارش دیگر از اطلاعات روز، طالبان پشتون و طالبان تاجیک در مرکز بامیان با هم درگیر شدند. منابع محلی در ولایت بامیان می گویند که طالبان پشتون تبار و تاجیک تبار در جریان یک مسابقه ورزشی در این ولایت با هم درگیر شدند. با گفته منابع این درگیری حوالی ساعت 11 پیش از ظهر امروز جمعه 3 سرطان در جریان یک مسابقه ورزشی در جیمنازیوم روح‌النیکپا در شهر نو بامیان اتفاق افتاده است. منابع به روزنامه اطلاعات روز گفتند که طالبان پشتون تبار و تاجیک تبار به سوی یکدیگرشان شلیک هوایی کردند. در نتیجه شلیک هوایی اعضای طالبان مسابقه ورزش مختل و ورزشکاران و تماشاگران ساحه را ترک می‌کنند. تاکنون علت و انگیزه این درگیری و تلفات احتمالی ناشی از این فیرهای هوایی روشن نشده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت بامیان درباره این درگیری ها چیزی نمیگویند. این در حالی است که یک منبع معتبر دیگر به روزنامه اطلاعات روز گفته است که طالبان پشتون تبار از دو هفته به این طرف شماری از اعضای تاجیک تبار این گروه را از صفوف این گروه تصفیه و رد صلاحیت می کنند. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد دو خبر مهم امروز چیست؟ نظر خیش را در کامنت های همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.